یک روش جدید گرفتن اقامت سوئد اومده که من نمیدونستم و خیلی جدیده، فکر میکنم یکی دو ماهه هنوز نه کسی استفاده کرده نه اصلا میدونیم که چه جوریه. فقط اطلاعات همون اطلاعاتیه که توی وبسایت هست و توی این ویدیو میخوام اطلاعات توی وبسایت رو بهتون نشون بدم، توی وبسایت مهاجرت، و بهتون بگم که این چیه و چه مدارکی میخواد. فقط در این حد بگم که اگر تازه فارغ التحصیل شدین میتونین اپلای کنین واسش و هیچ پیش زمینه خاصی هم نمیخواد. بریم ببینیم چیه. وارد سایت اداره مهاجرت میشیم، میگریشن مارکت. لینک این سفر رو من میذارم واسهتون توی توضیحات ویدیو. همونطور که میبینیم بالاش نوشته که رزیدنت پرمیت فور هایلی کوالیفاید پرسن تو لوک فور ورک اور استارت ا بیزنس. این هایلی کوالیفاید یه چیزیه که خیلی مهمه انگار، و این رزیدنت پرمیت برای کساییه که واقعا تایید بشن و خیلی انگار حالا از نظر درسی انگار شاید خیلی آدمای های ادویکیشنی باشن، اینجوری که این نوشته. ولی بریم جلوتر، نوشته که if you have completed the studies corresponding to an advanced level degree you can obtain a resident permit to come to Sweden and look for work or explore the possibilities for starting your own business. اگه که شما تحصیلات پیشرفتتون رو تمام کردین میتونین واسه این اپلای بکنین. حالا اینکه تحصیلات پیشرفته چیه پایین تر به ما توضیح میده. یه چیزی که اینجا مهمه این قسمته که گفته که the permit may be granted for minimum of 3 months and for no more than 9 months، یعنی که بین 3 تا 9 ماه خواهد بود و نوشته که تو طول اون مدت شما نمیتونید چون از اعضای خانوادتون رو بیارین. خیلی بولدم نوشته که اگه شما تحصیلاتتون رو توی سوئد تموم کردین از یه جای دیگه ای باید برین اپلای کنین برای این جاب سیکر. اسم ویزا جاب سیکره، بنابراین باید برین توی لینک آبی که اینجا هست، این لازم نیست که اینجا باشین. نوشته که حالا ریکوارمنتش چیه برای این ویزای جاب سیکر که تازه اومده. اولیش نوشته که have completed studies corresponding to an advanced level degree. خب حالا ببینیم advanced level degree چیه که اینجا آورده. نوشته که از اینجا نوشته که it must corresponding to 60 credit master degree 120 credit master degree professional degree worth 60 to 30 credit or a postgraduate PhD level. در واقع این برای فوق لیسانسه، یعنی برای کسانی که 60 واحد یا 120 واحد فوق لیسانس رو پاس کردن و در واقع واحد نیست، کردیت با واحد فرق داره. اینو من دقیقا نمیدونم، بهتره که خودتون یه سرچ بکنید که اون واحده که ما خوندیم با این کردیت ها چه هم خونی داره. ولی داستان اینه که اونایی که فوق لیسانسشون تموم کردن میتونن اپلای کنن و ادوانس لیول دگری منظورش اونا هستن، فوق لیسانس و دکترا. البته اینجا مرتبه نوشته که شما باید مدارکتون رو بفرستین UHR سوئد و اونجا مدارک شما رو تطبیق میدن و متوجه بشن که شما مدارکتون اصلیه و اون رو در واقع شما باید بدید برای اداره مهاجرت. حالا ببینیم مدارک بعدی چیه. گفته plan to seek اینجاست plan to seek employment or explore the possibilities for starting your own business. میگه که این برنامه رو داشته باشین که بخواین که خب قطعا برنامه رو دارین که میخواین برای ویزا اپلای کنین دیگه، که بخواین که دنبال کار بگردین یا کار خودتون رو راه بندازین. سومی نوشته که be able to support yourself during the period of period for which you are applying for a permit. میگه که باید پول کافی داشته باشین. کل داستان اینه. حالا اینکه چقدر پول باید داشته باشین رو باز اینجا اومده بهش اشاره کرده که من بیام پایین. این قسمت you must be able to اینجا support yourself. اینجا نوشته که شما باید بتونید حداقل ماهی 13000 کرون که میشه 3300 یورو داشته باشین
همچنین باید پول انگار چاول رو هم داشته باشین که بتونید سفر کنید به کشورتون یا از کشورتون بیاین. و این رقمیه که باید شما مثلا اگه میخواین یک ویزای 3 ماهه بگیرین باید 3 تا 13000 کرون نشون بدین توی حسابتون دارین. حالا بریم بالاتر باز دیگه ببینیم مدرک چی میخواست. اینجا نبود، اینجا نوشته که have comprehensive health insurance valid for care in Sweden. باید که بیمه درمانی هم خودت داشته باشی که این بیمه درمانی توی سوئد کار بکنه. بعدی نوشته که پاسپورت ولیدی داشته باشی. این پاسپورت هم باید تاریخ انقضاش اون تاریخی نباشه که شما قرار ویزا بگیری، که این هم چیز واضحه. و آخری نوشته currently be located outside of Sweden. پس برای این شما نباید توی سوئد باشی، یعنی باید حتما خارج از سوئد باشی میخوایی برای این اپلای بکنی. حالا میام پایین تر، نوشته که اوکی شما تمام اینا رو از طریق یه سیستمی به اسم سیستم ای سرویس باید آپلود بکنید، یعنی که لازم نیست که مدارک ببرین، با مدارک رو آپلود بکنید. حالا آپلود کردنه و شرط نوشته که چجوری پاسپورت رو آپلود بکنید. بعد نوشته که examination certificate نوشته، من نمیدونم واقعا یعنی چی، یعنی مدارک معاینه، من نمیدونم معاینه چی منظورشه، اینجا رو متوجه نشدم. و باید یه کپی از تمام ریز نمراتتون بفرستین، یه کپی از آن شاید اگزامینشن شد مدرک منظورشه، شاید مدرک تحصیل منظورشه، یه کپی از تمکن مالیتون باید داشته باشین. بعد باید کپی از اون همون بیمه درمانی اینجا نوشته، اون نامه‌ای که اون UHR داده که تایید کرده مدرک شما رو باید باشه. و در نهایت هم باید بتونید که اون پول این اپلیکیشن فی رو با کریدیت کارت یا دبیت کارت بدین، که خب اون کاری نداره، یا لیکی رو پیدا میکنید که بدین دیگه. توضیحات بیشتر هم اینجا آورده و یه چیزی که تاکید کرده اینه که اگه مدارکتون به انگلیسی یا سوئدی نیست حتما باید با یک دارو ترجمه معتبر صحبت بکنید و ترجمه بکنید برای ما بفرستید. باز اینجا هم نوشته که پاسپورت معتبر باید داشته باشین، اینا هم که توضیح گفتم بهتون، برای اینکه اون بدونید که اون بیمه‌تون چه چیزایی رو باید ساپورت بکنه، اینو توضیحات اینجا نوشته. و در نهایت هم گفته اگر که از طریق این سیستم ای سرویس نمیتونید اپلای کنید، این یه فرم اینجا هست، این فرما رو باید بگیریم، پرینت بگیریم و بفرستیم برای ما. و مراحلی که طی میشه رو هم اینجا نوشته و نوشته که وقتی که شما تایید شد کارتون چه مدارکی میگیرین. گفته که شما اجازه رزیدنت پرمیت کارتی میگیرین، اجازه اقامت میگیرین که حالا بین همون 3 ماه تا 9 ماه میتونه باشه. بعد باید بین اثر انگشت و عکس و اینا بگیریم و همین. واقعا در حالت اینجا نوشته که اگه گت جاب کردین، کار گرفتین یا که خواستین کار خودتون رو راه بندازین، باید این ویزاتون تموم بشه، یعنی این ویزا رو دیگه استفاده نکنین و برای ویزای جدید اقدام کنین و زمانی میتونین به کارتون ادامه بدین، یعنی کارتون شروع بکنین که اون ویزا جدیده شروع شده باشه، که خب این هم چیز مسلمه. و آخرین آپدیت هم که شده در واقع یک ماه پیش، یعنی یک ماه از زمان انتشار این ویدیو هست و خیلی این اطلاعاتش جدیده، حداقل تا جایی که من میدونم این خیلی سیستم جدید، اقامت جدیدی، من تا حالا اصلا ندیده بودم که کسی که درساش تموم شده بتونه با یه مثلا کشور دیگه اپلای بکنه. مثلا اگر فوق لیسانستون تازه تموم شده مثلا بتونید برای یه کشور دیگه اپلای کنید برای اینکه اونجا کار پیدا بکنید. این خیلی فرصت خوبیه، اگر که دوست دارید این کار رو بکنید و دنبال موقعیت‌های جدید هستید بازم این امتحان بکنید. قطعاً کلی سوال الان واسهتون پیش اومده، من واقعا جواب خیلی سوالا رو هنوز نمیدونم، ولی سعی می‌کنم که اطلاعات تکمیلی رو توی اینستاگرامم یا
همینجا بذارم. پس یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، فالو کنید، لایک کنید و ممنون از اینکه ویدیو رو دیدید.